سلام سید نیا، توییتی نوشتن در پاسخ به ویدیو من در مورد اظهاراتشون در رابطه با اعتراض عریان آهودریایی، و خب فکر کنم لازمه که چند نکته اینجا توضیح بدم. اولین نکته اینه که وقتی به اعتراض عریان میاد، سریعا کسایی هستن مانند خود سلام سید نیا که میگن کسایی که بدو بدو میرن لخ میشن به خاطر دریافت فاند این کارو میکنن، دریافت درآمد مالی، که خب این دوباره برمیگرده به همون اتهامات این که زنی که آزاده است هیزه، فاحشه است، تن فروشه، فاسده و غیره. یعنی دقیقا همون دیدگاهه که این نوع برخورد و با اعتراض عریان میکنه، چون واقعیتش اینه که خب هر روز در خود لندن که من زندگی میکنم و در سراسر جهان اعتراضات زیادی شده در دفاع از انقلاب زن، زندگی، آزادی، انقلاب ژینا، و کسی نیومده بگه که شماهایی که میایین توی خارج کشور حجاب در میارین و میسوزونین یا علیه اعدام میستین یا از دختران و زنانی که کشته شدن یا مردمی که کشته شدن دفاع میکنین، ازشون دارین یه فاند میگیرین که این کارو میکنین، و اینکه این نوع اعتراضات ضرر میکنه به کسایی که این کارو توی ایران انجام دادن. مثلا اگر ما اینجا حجاب بسوزونیم یا مو کوتاه کنیم که خیلیا کردن، داریم ضرر میزنیم به زنانی که حجاباشون رو اونجا سوزوندن یا اینکه موهاشون رو کوتاه کردن در اعتراض به جمهوری اسلامی ایران. ایشون میگن که آهودریایی این کارو کرد چون بهش حمله شد، ولی کسایی که بهشون حمله نشده حق ندارن اعتراض رو باز تکثیر کنن. یعنی تمام کسانی که واقعا در سطح میلیونی از نمیدونم کسای خیلی شناخته شده که بهشون هیچ حمله ای هم نشده بود، هیچ ارتباطی هم با ایران ندارن، اومدن دفاع کردن از انقلاب ژینا، اینا نباید این کارو میکردن چون بهشون حمله نشده بود. هیچ وقت کسی نمیاد این حرفو بزنه. و توی ویدیو قبلی من توضیح دادم که اعتراض باز تکثیر میشه. مثلا توی شیکاگو کارگران میان و اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن و چندین نفرشون کشته میشن، چند نفر اعدام میشن، و به خاطر اون روز اول ماه مه الان در سراسر دنیا برگزار میشه و کارگران تمام دنیا این روز رو جشن میگیرن. یا برای مثال توی میدان تحریر تحصن میشه و بعد معترضین توی وال استریت میان وال استریت رو به همون سبک اشغال میکنن. این ماهیت اعتراضه، یعنی باز تکثیر میشه به خاطر اینکه افراد نگاه میکنن و فکر میکنن که این یه راه خوبیه برای مبارزه با بیحقوقی، با سرکوب، با نقض حقوق انسان. سلام سید نیا که نمیاد به این افراد بگه چرا علیه اعدام دارین اعتراض میکنین، کسی که بهتون حمله نکرده، شما که قرار نیست اعدام بشین، چرا دارین دفاع میکنین از زنان تو ایران؟ مگه شما بهتون حمله شده؟ حالا بگذاریم از این که خیلی از ماها پناهنده ایم و نمیتونیم برگردیم ایران. و بعد ایشون میگن که خب دخترای عزیزی بودن که یا خودکشی کردن یا خودشون رو سوزوندن و چرا من نمیام همون کار رو انجام بدم؟ یعنی برو بمیر، برو خودتو بکش. خب بالاخره همونطوری که گفتم هم قبلا، از مجری شبکه من تو زیاد نمیشه انتظار داشت، ولی به خاطر اینکه اعتراض مثبت هست و اعتراض منفی هست. اعتراض منفی اعتراضی که به بدن زن، به بدن انسان آزار و اذیت میرسونه. خب مثلا من برای 8 سال مدیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی بودم و ما توی نمیدونم 60 تا شهر شوراهای پناهندگان داشتیم که از حق و حقوق پناهندگان دفاع میکردیم، و خیلی اوقات من با پناهندگانی صحبت میکردم که داشتن لبدوزی میکردن یا میخواستن خودسوزی کنن.
و من بهشون میگفتم که، یا فدراسیون بهشون میگفت که این اعتراض منفیه، نباید به خودمون ضرر بیاریم، بدنمونو اذیت و آزار بدیم در دفاع از حق انسان. و خب باید سبکای مثبت استفاده بشه برای اعتراض، مثل تحسن، مثل تظاهرات، مثل اعتصاب، مثل اعتراض اوریان. اعتراض اوریان هم هیچ ضرری به کسی نمیرسونه و به همین خاطر نمیشه این دو رو مقایسه کرد. و اینجا اینو میخوام بگم که وقتی که این صحبت ها در مورد اعتراض اوریان میشه، میخوام بگم که یه دلیلی هست. خب یه دلیلی هست که این صحبت برو خودتو بکش و چرا خودتو نسوزوندی و فقط لازمه بحثایی که هول و هوش اعتراض اوریان پیش دیده میشه رو برین یه خورده نگاه کنین که ببینین چقدر تنفر هست علیه زنانی که اعتراض اوریان میکنن و این تنفر و ضدیت با واقعا بدن زن در دست خودش، چون خیلی از این افراد میرن پورنوگرافی نگاه میکنن، هیچ مشکلی با زنانی که میان کالا میفروشن روی تلویزیون و توی فیلم ها اصلا هیچ مشکلی با این ندارن. مشکل اونجاست که زن کنترل رو به دست خودش میگیره و میگه این بدن منه، حق منه، هر کاری میخوام باش میکنم و باهاش اعتراض میکنم. میخوام بگم که وقتی که اعتراض اوریان میشه و شما میگین که دارین این کارو میکنین که فاند بگیرین، دارین این کارو میکنین که ضرر بزنین به کسای دیگه ای که این کارو توی ایران کردن، برای مثال که هیچ وقت این حرفو در رابطه با اعتراضات دیگه نمیزنین، دلیلی که شما این حرفو در رابطه با اعتراضات دیگه علیه حجاب توی خارج کشور یا علیه اعدام یا برای حق و حقوق انسان این صحبت‌ها رو نمی‌کنین، نمیگین کسی که این کارو کرده بره خودشو بسوزونه و بکشه و یا اینکه داره پول میگیره که اعتراض کنه، به خاطر واقعا عمق اسلام زدگی شماست در دیدگاهتون به بدن زن. دلیلش همینه، عمیقا یه دیدگاهی که شرمو در بدن زن میبینه و نه در واقعا ضدیت با زن و با مرد، در مرد سالاری و پدر سالاری و اسلام و این دیدگاه های ناموس پرستی و غیره که واقعا اون شرم آوره، نه بدن زن. جیزل پلیکو در دادگاه دست جمعی تجاوزی که شد علیهش گفت طرف شرم باید عوض بشه. دقیقا بحث اعتراض اوریان یه بخش مهمیش اینه که بدن زن نیست که شرم آوره، واقعا ضدیت و اسلام زدگی شماست که شرم آوره، جمهوری اسلامی ایران شرم آوره، قوانین شرم آوره، مرد سالاری و پدر سالاری و ضدیتتون با بدن زن شرم‌آوره.